دکتر صلاح عبدالله رئیس حزب پیشرو ناصری مصر گفت من سخنان هیئت مصر را بیان می کنم. ما می گوییم آنچه در اشرف می گذرد جنایت علیه بشریت است و فقط علیه مجاهدین نیست. هدف این جنایت ها ترویج ناامیدی است تا قانون جنگل ایجاد شود. نیروهای سلطه طلب در ایران می خواهند ثابت کنند که استقلال عراق ارزشی ندارد. می خواهند ثابت کنند که قانون بین المللی ارزشی ندارد. راستی چه تفاوتی است بین حمله به یک شهر یا حمله به یک کشور؟ ما صدای خودمان را به صدای دیگران اضافه می کنیم و خواستار حفاظت اشرف توسط یک نیروی بین المللی هستیم. گروگان‌ها باید سریعاً آزاد شوند. آمریکا باید این وظیفه را انجام دهد. ما دعا می‌کنیم که خداوند اشرف را در پناه خود بگیرد. سایر سخنرانان از فرانسه و کشورهای عربی خواستار آزادی 36 گروگان مجاهد و برآورده گرفتن حفاظت اشرف توسط آمریکا و نیروی ملل متحد شدند و همچنین تأکید کردند که هر گونه جابجایی ساکنان اشرف بر اساس قوانین بین المللی مطلقاً ممنوع است. کنفرانس عربی اسلامی تا افطار 15 روز ماه مبارک رمضان ادامه یافت و سخنرانان دنیای عرب و کشورهای مسلمان را به ویژه در ماه مبارک رمضان به همبستگی و دفاع از حقوق مجاهدان اشرف فراخواند.